به نام خدا. دوستان عزیزم، درس چهارم از مبحث مدیریت تجربه مشتریان عنوانش است خلق تجربه لذت بخش برای مشتری. در سه درس قبلی شما با مفاهیم کلی و جامع مدیریت تجربه مشتریان آشنا شدید. تفاوت‌های CEM و CRM که همون مدیریت ارتباط با مشتریان است رو دانستید. دلایل شکست برنامه‌های وفادارسازی مشتریان رو آموختید. مفهوم تجربه رو و خود تعریف تجربه مشتریان رو یاد گرفتید و به شما دشواری های پیاده سازی تجربه مشتریان رو گفتیم. در رابطه با نقشه برداری از نقاط تماس هم صحبت کردیم. روش NPS برای اندازه گیری تجربه لذت بخش رو هم آموختید. حالا در درس چهارم وقتشه که به شما بگیم یک سری راهکارهای عملیاتی و اجرایی که اگر شما از همین فردا بخواید تو کسب و کار خودتون شروع بکنید و برای مشتریانتون تجربه لذت بخش خلق بکنید، با استفاده از این اصول، تکنیک‌ها و راهکارهایی که بنده تدریس خواهم کرد در درس چهارم، این کار برای شما بسیار سهل و آسان خواهد بود. سرفصل‌هایی که تو درس چهارم براتون در نظر گرفتم، یکی صحبت کردن در رابطه با مزیت رقابتی و مطلوبیت رقابتی و ارتباط اون به بحث تجربه مشتریان هست. بعد میام 7 اصل کلیدی جهت ایجاد تجربه لذت بخش برای مشتریان بهتون تدریس خواهم کرد که بسیار قسمت مهمی از درس چهار ماست. در انتها هم در یک اسلاید با شما در رابطه با ابعاد زمینه‌ای تجربه مشتریان صحبت خواهم کرد. اولین نکته‌ای که در درس چهار باید خدمتتون عرض بکنم اینی که ما چگونه بتوانیم از تجربه لذت بخش به عنوان یک اهرم اثر بخش استفاده بکنیم و برای کسب و کارمون یک مزیت رقابتی پایدار به وجود بیاریم. خب برای اینکه به این پرسش بسیار مهم پاسخ بدیم، ابتدا باید با همدیگه یک مفهوم مهمی رو در مدیریت بازاریابی یاد بگیریم و بررسی کنیم به عنوان مزیت رقابتی. مزیت رقابتی چیست؟ مزیت رقابتی، دوستان، اگر بخوایم به طور شسته رفته تعریفش بکنیم که واژه لاتینش هم هست competitive advantage، مخفف بهش میگن در ادبیات بازاریابی CA، تمام اون چیزهایی است که شما دارید ولی رقبای شما ندارن و به واسطه اون عوامل شما در بازار بین رقباتون متمایز میشید و مشتری به همون دلیل از شما خرید میکنه. دقیقا مثل همین تصویر، یعنی در بین تعداد زیادی از سیب‌های سبز رنگ یک سیب قرمز وجود دارد و این ایجاد تمایز میکنه و باعث میشه مشتری بیاد شما رو انتخاب بکنه نه رقبای شما. این تعریفی است که از مزیت رقابتی وجود دارد. و نکته بسیار مهم دیگر این است که یه پرسش دیگری وجود دارد. حالا من تعریف مزیت رقابتی رو یاد گرفتم، به من بگید که مزیت رقابتی شامل چه چیزهایی می شود؟ خیلی از عوامل و آیتم ها، دوستان من، می تواند برای کسب و کار شما مزیت رقابتی باشه. مثل خود محصول، وقتی محصول شما بسیار خوب و با کیفیت است و محصول رقبای شما اونقدر کیفیت نداره، شما در محصول مزیت رقابتی دارید. در خود قیمت، وقتی شما قیمت رقابتی تر و کمتری نسبت به رقبای خودتون دارید، قیمت یک مزیت رقابتی است. وقتی شما هزینه های حمل رو رایگان میکنی برای مشتریان خودت ولی رقبا نمیتوانن این کار رو بکنن، این یک مزیت رقابتی است. حتی خود تبلیغات به شدت مزیت رقابتی به حساب میاد. کمپانی و شرکتی مثل سامسونگ با مزیت رقابتی تبلیغات خودش رو توانسته از رقبای خودش در بازارهای جهانی متمایز بکنه. پس همینطور که میبینید، خیلی از عوامل و آیتم ها که همون آمیخته بازاریابی ما هستن میتونن براتون مزیت رقابتی باشن. اما اون چیزی که مهمه، از بین این عامل ها کدامی که از همه اثر بخش تره، در عین حال کم هزینه تره، و اون چیزی که ما تو اسلاید شماره دو خدمت شما عرض کردیم، خود تجربه لذت بخش و خلق تجربه لذت بخش برای مشتری و مدیریت تجربه مشتری، علارغم اینکه نیاز به هزینه های آنچنانی و سرسام آور نداره، ولی به شدت اثر بخشه و میتونه برای کسب و کار شما یک مزیت رقابتی پایدار باشه. پایدار بودن یعنی چی؟ یعنی که رقبا نتوانن به راحتی اون آیتم رو از شما کپی کنن و عینش رو بزنن و بدن تو بازار و دیگه شما متمایز نباشید. ولی خوشبختانه تجربه لذت بخش یک مزیت رقابتی پایدار برای هر کسب و کاری به حساب میاد. نکته بعدی که مایلم در درس 4 با شما در ادامه صحبت بکنم اینه که خب حالا ما اومدیم به در کسب و کارمون مزیت رقابتی پایدار ایجاد کردیم، آیا این برای موفق شدن در بازار کافی است؟ آیا ما برای درو کردن سهم بازار فقط به مزیت رقابتی نیاز داریم؟ کفایت میکنه به تنهایی؟ پاسخ قطعا خیر هست. ما که الان مزیت رقابتی رو یاد گرفتیم، در ادامه یاد میگیریم که علاوه بر مزیت رقابتی، یک مفهوم دیگری بسیار مهمی در بازاریابی وجود دارد به نام مطلوبیت رقابتی.
امروز کسب و کارها شاید به مزیت رقابتی بیشتر توجه دارن و این مفهوم بیشتر براشون جا افتاده. ولی یک مفهوم دیگری که بسیار الزامی است که روی این هم ما صحبت بکنیم و آموزش بدیم، مطلوبیت رقابتی است که شاید اصلا بسیاری از کسب و کارها هنوز نشنیدن و هنوز تعریف درستی ازش ندارن. و خب ما هم اینجا تأکید کردیم که مطلوبیت رقابتی به مراتب مهمتر از مزیت رقابتی است. حالا این پدیده مهم چیست؟ تعریفش چیه؟ من میتونم برای شما مطلوبیت رقابتی رو اینگونه تعریف بکنم که مطلوبیت رقابتی یک ترکیبی است از برتری و سرتری در تمام عوامل مربوط به محصول و مزیت‌هایی که محصول دارد و منافعی که محصول برای مشتری ایجاد میکنه. به عبارت دیگه مطلوبیت رقابتی آن چیزی است که باعث خوشنودی، اوج رضایت مشتری و مشعوف شدن مشتری میشه. در یک تعریف دیگر مطلوبیت رقابتی آن چیزی است که باعث میشه شما نزد مشتریان پذیرش و مقبولیت داشته باشید. وقتی مشتری شما را میپذیرد و قبول میکنه، این یعنی شما براش مطلوبیت داشت. و در نهایت میخوام بگم که مطلوبیت رقابتی یعنی آن چیزی که باعث میشه شما در قلب و ذهن مشتری نفوذ بکنید، برند شما بره در قلب، ذهن و روح مشتری نفوذ بکنه. و این اصلا اساس و بنیان بازاریابی نسل 3 هست. بازاریابی نسل 3 به زعم آقای فیلیپ کاتلر این است که دیگه ما از محصول گذشتیم، رفتیم به سمت بازاریابی احساسی، این شده بازاریابی نسل 2. و در بازاریابی نسل 2 ما از بازاریابی نسل 3 یعنی از قلب مشتری هم فراتر رفتیم و باید روح مشتری رو تسخیر بکنیم و هدف گذاری بکنیم. این می شود مطلوبیت رقابتی. وقتی شما به روح مشتری نفوذ میکنید، یعنی برای عزت و کرامت انسانی مشتری احترام قائل میشید، شما برای مشتری مطلوبیت دارید. مزیت هم که از قبل داشتید، خب پس مزیت جمع می شود با مطلوبیت، یک برایند جدیدی به وجود میارد به نام محبوبیت. و همه برندها در نهایت دنبال محبوبیتن و محبوبیت، عرض کردم، جمع مزیت رقابتی است و مطلوبیت رقابتی. خب حالا بخوام اگر یک مثالی از یک کمپانی موفق در ایران بزنیم، یک شرکت موفقی که تو تجربه لذت بخش و خلق تجربه لذت بخش برای مشتریانش اومده کار کرده و به عنوان یک استراتژی داره روش کار میکنه، اون رو توسعه داده و به واسطه همین خلق تجربه لذت بخش برای مشتریانش تونسته به مزیت رقابتی پایدار دست پیدا بکنه، از بسیاری از رقبای خودش کاملا جلو زده، رهبر بازار صنعتی خودش شده و یک تجربه موفق است که ما میتونیم تدریسش بکنیم خدمت شما. و اون شرکت، شرکت اسنپ. اسنپ به عنوان یک تاکسی اینترنتی تمام استراتژی های خودش رو روی خلق تجربه لذت بخش برای مشتریان چیده. شما کمتر میبینید که اسنپ دست به تبلیغات گسترده ای بزنه، تبلیغات آنچنانی در رسانه های انبوه مثل تلویزیون، رادیو، یا حتی تبلیغات محیطی. نسبت به رقبای خودش تبلیغات محیطی به مراتب کمتری داره. خب پس چگونه میشود شرکتی که در بحث تبلیغات آنچنان هم سرمایه گذاری نمی کنه و پول خرج نمی کنه ولی میان میبینیم رهبر بازار خودش میشه؟ این یه پرسش مهمه، باید این پرسش مهم رو مورد بررسی قرار داد و برایش پاسخ مناسب پیدا کرد و ما این پاسخ مناسب رو پیدا کردیم. دلیل موفقیت اسنپ تجربه لذت بخشی است که برای مشتریانش ایجاد میکنه. در یکی از ویدیوهایی که خود اسنپ گرفته و انتشار داده در جامعه و در شبکه‌های مجازی و من دیدم اون رو، یک برنامه ترفیع و پیشبرد فروش اسنپ داشته و اون این بوده که خب میاد به مشتریان خودش اعلام میکنه، کسانی که مثلا 2-3 ساعت وقت خالی دارن در روز بیان و ثبت نام بکنن، ما یه اتفاق خارق‌العاده‌ای و فوق‌العاده‌ای براشون رقم خواهیم زد. خب تعداد زیادی مشتری حتما میرن ثبت نام میکنن، به قید قرعه نوبتی نوبتشون میرسه. در یک ویدیویی که من از اسنپ دیدم این بود که یک مشتری ثبت نام کرده بود، نوبتش شده بود، راننده اومد دنبالش، فرد سوار اسنپ شد و راه افتادن. تو ماشینم دوربین مخفی گذاشته بودن، یعنی از رفتار مشتری به صورت ناخودآگاه فیلم بگیرن. این مشتری همش هیجان داشت، حتی مقدار استرس مثبت داشت، با خودش هی حرف میزد چی قراره بشه، چه اتفاقی قراره بیفته. این هیجان کاملا در وجناتش مشهود بود تا جایی که راننده ایستاد و درهای ماشین باز شد. یک گروه خواننده اومدن کنار این مسافر نشستن. حالا جالبه، گروه خواننده‌ای بودن که گروه موسیقی بودن که در واقع این مشتری دوستشون داشت و اون آهنگ مورد علاقه مشتری را به صورت زنده براش تو همون ماشین اجرا کردن و دوربین مخفی نشون میداد چقدر حال خوبی به این مشتری دست داد، چقدر هیجان زده شد،
چقدر شگفت زده شد و چقدر تجربه لذت بخش برایش خلق شد. پس اسنپ واقعا یک مثال خوبی است از چنین کمپانی هایی که روی خلق تجربه لذت بخش به عنوان مزیت رقابتی پایدار در واقع سرمایه گذاری کردن و به سهم بازار بسیار خوبی هم رسیدن. یک پرسشی که میخوام مطرح بکنم اینه که اصلا تجربه لذت بخش چیست؟ بیام تجربه لذت بخش رو که اینقدر مهمه و ما ادعا داریم که به عنوان یه مزیت رقابتی پایدار میشه روش کار کرد و سرمایه گذاری کرد چیه؟ یه تعریف خیلی ساده‌ای ازش بزنیم. تجربه لذت بخش رو میتونیم اینجوری بگیم: ارزان‌ترین روش برای جذب مشتریان مبلغ و حامی است. تجربه لذت بخش یعنی ایجاد کردن حس و حال خوب برای مشتری در تک تک نقاط تماس. ما در رابطه با نقاط تماس یا تاچ پوینت ها در ابتدای درس 3 هم با شما صحبت کردیم و در درس 5 در رابطه با نقشه سفر مشتری بیشتر هم صحبت خواهیم کرد. اگر ما بتوانیم در هر نقطه تماس مشتری با کسب و کارمون یک حس خوب و یک حال عالی برای مشتری ایجاد کنیم، این دقیقاً یک تعریفی است از تجربه لذت بخش، یک روش بسیار ارزان برای به دست آوردن سهم بازار. یه پرسش مهم دیگه: چرا وقتی که شما از یک محصول و از کیفیتش خیلی راضی هم هستید ولی همچنان اون رو به دیگران توصیه نمی‌کنید؟ خیلی اتفاق افتاده. فرض بفرمایید که شما به خانواده محترمتون به یک رستوران تشریف میبرید و غذای شما رو هم میارن، یک غذای خیلی خوشمزه و با کیفیتی هم ارائه میشه. اما اگر من نوعی بیام بعداً از شما بپرسم که آیا شما رفتن به این رستوران رو به من توصیه میکنید، شما توصیه خاصی نمیکنید، میگی بد نبود. چرا این اتفاق افتاده؟ کیفیت محصول که خوب بوده، غذا که خوشمزه و عالی بوده. پاسخ به این پرسش مهم اینگونه نهفته است و در این پدیده نهفته است که در واقع علارغم اینکه کیفیت محصول خوب بوده، ولی کل بسته ای که باید به عنوان یک تجربه کلی رستوران برای شما ایجاد میکرده لذت بخش نبوده برای شما. به عنوان مثال غذا عالی بوده ولی غذای شما را دیر آوردن، یا غذای شما ممکنه سرد شده بوده که آوردن، یا محیط رستوران محیط لذت بخش برای شما نبوده، خیلی شلوغ بوده، خیلی سر صدا بوده، اون نظافت و آراستگی مد نظر شما نبوده، دیزاین و چیدمان و طراحی داخلی رستوران خوب نبوده، رفتار پرسنل رستوران با شما خوب نبوده، گارسونش پاسخگو نبوده، صندوقدارش کند بوده، شما مدت زمان زیادی پشت باجه صندوق معطل شدید تا حساب کتابتون انجام بشه، قیمت رو منصفانه درک نکردید. ببینید تمام این آیتم ها و عوامل در کنار هم شکل میگیرن تا تجربه لذت بخش برای شما ایجاد بشه. پس لزوماً فقط کیفیت تجربه لذت بخش ایجاد نمیکنه. یه داستان جالب و یه واقعاً واقعیتی که وجود داره اینه که افراد به ندرت آرایشگر خودشون رو عوض میکنن. شما خودتونم بارها و بارها فکر کنم دیدید در اطرافیان و دوستان خودتون کسانی هستن که بیش از یک دهه یا دو دهه یا بیشتر هست که فقط با یک آرایشگر کار میکنن. هر وقت نیاز به خدمات آرایشی دارن میرن سراغ یه آرایشگر خاص، انگار با این آرایشگر رفیق شدن. باید بررسی کنیم از لحاظ علمی ببینیم چه اتفاقی افتاده که افراد به ندرت حاضرن آرایشگر خودشون رو عوض کنن. خب ما از این رفتار آرایشگرها و مشتریانشون میتونیم درسای بازاریابی خیلی خوبی در تجربه لذت بخش برای مشتریان بگیریم. ببینید یک آرایشگر چگونه برای مشتریانش تجربه لذت بخش خلق میکنه. آنقدر آرایشگر برای مشتریانش تجربه لذت بخش خلق میکنه تا هزینه های تغییر و جابجایی در مشتری آنقدر بره بالا که اون مشتری دیگه حاضر نباشه پیش هیچ آرایشگر دیگه ای بره. به عنوان مثال آرایشگرها بسیار با احترام با مشتریانشون رفتار میکنن. آرایشگرها مشتریانشون رو با القاب خاص مثل آقای دکتر، آقای مهندس و امثال اینها صدا میکنن. آرایشگرها به شدت و به طور دقیق مشتریان خودشون رو میشناسن، سلایق و علایق مشتریانشون رو میشناسن، میدونن که مشتریشون اهل مد هست یا نیست، آیا با مد پیش میره یا نه. در ضمن آرایشگر به خوبی مدل سر شما رو میشناسه، ابعاد سر شما رو میشناسه، میدونه به این مدل سر و با این ترکیب صورتی که شما داری چه مدل آرایش موی بهتر میاد و اون رو روی سر شما سالهاست پیاده سازی میکنه و شما هم راضی هستی، خوشنود هستی و مشعوفی و حاضر نیستید این آرایشگر رو با آرایشگر دیگری عوض بکنید. حالا اگر شما بیاید آرایشگر خودتون رو عوض بکنید چه احتمالاتی وجود دارد؟ یک احتمال این است که در واقع ممکنه آرایشگر جدید اون مدل سر شما و کله شما رو خوب نشناسه و یه مدلی برای شما بزنه که مسخره بشه و اصلا به شما نیاد و شما رو زیبا نشون نده
و حتی اگر از در آرایشگاه اومدید بیرون، رفتید پیش دوستان و آشنایانتون، شما رو بخندن و شما رو مسخره بکنن. این باعث میشه از ترس این هزینه های تغییر در شما بره بالا، آرایشگر خودتون رو نگه. پس همونطور که آرایشگرها به طور خاص، ویژه و شخصی سازی شده به مشتریانشون خدمات میدن و براشون تجربه لذت بخش ایجاد میکنن، با مشتریانشون دیدید خیلی خوب دیالوگ برقرار میکنن آرایشگرها، از حوزه های مختلف در موضوعات مختلف با مشتریانشون صحبت میکنن، نمیذارن حوصله مشتریشون سر بره. و تمام این کارهایی که آرایشگر میکنه برای ما درس آموز هست و عبرت انگیز هست که ما هم در واقع مثل یک آرایشگر برای مشتریانمون تجربه لذت بخش ایجاد کنیم و اونها رو نسبت به خودمون نه تنها وفادار بلکه مبلغ و حامی بکنیم. مسئله دیگر این هست که ببینید دوستان، وقتی ما با یک کسب و کاری وارد تعامل میشیم و میخوام ازش خریدی رو انجام بدیم به عنوان یک مشتری، یک طیفی از رضایت برای ما شکل میگیره. در سمت چپ ممکن است بسیار عصبانیت، شکایت و اعتراضات شدید مشتری باشه و در اوجش همون شعف، خرسندی و هیجان زدگی و اون تجربه لذت بخشی که برای مشتری ایجاد شد. نکته حائز اهمیت اینه که چند دقیقه پیش هم عرض کردم و دوباره مجددا به عبارت دیگر روش تاکید میکنم، اینه که حتی وقتی محصولتون عالیه، هیچ تضمین و دلیلی وجود نداره که مشتری از شما راضی باشه. مثل همون مثال رستوران و غذای خوبی که خدمتتون زدم، علی‌رغم غذای خوب مشتری راضی نبوده و اگر هم راضی بوده مشعوف نشده یا خرسند نبوده و لذا شما رو به دیگران توصیه نمی‌کنه. همونجور که در درس سه خدمتتون عرض کردم، در معرفی شاخص NPS ممکن است مشتری باشد که به شما امتیاز 7 و 8 بده، یعنی بعد شما رو پیش دیگران نگه ولی خوب شما رو هم پیش دیگران بیان نکنه و در واقع یک مشتری خونسا بشه برای شما. هر کی هم اومد توصیه بگیره ازش که آقا من برم پیش اینا خرید کنم یا نه، بگه من نمیدونم، برو خودت تحقیق بکن. خب به درد ما نمیخوره، ما نیاز به مشتریان مبلغ و حامی داریم. پس برخی از کسب و کارها که تعدادشون زیاد هم هست و ما دیدیم از نزدیک، اینا فقط میان روی آیتم محصول کار میکنن. اینا کسب و کارهایی هستن که رو تحقیق توسعه خیلی کار میکنن. خوبه، بسیار هم خوبه که من محصولم عالی باشه، بسیار با کیفیت باشه، ما با این مشکل نداریم. ولی میخوام بهتون بگم داشتن یک محصول عالی و بسیار با کیفیت شرط لازم است، شرط کافی نیست. شرط کافی، این جمله بسیار مهمه. مشتری فقط از شما محصول نمیخره، بلکه کل تجربه رو میخره که در سه مرحله شما براش ایجاد میکنید و او دریافت میکنه: قبل از خرید، حین خرید و پس از خرید. به این نکته باید توجه بکنید. قبل از خرید ما باز باید برای مشتریمون تجربه لذت بخش ایجاد بکنیم، با استقبال کردن خوب از مشتری، با احترام گذاشتن برای مشتری، چجوری مشتری رو بکشونیم تو فروشگاه، تو شرکت، تو سازمان خودمون، پاخور ایجاد بکنیم. این باید تجربه لذت بخش باید همراه باشه. در حین خرید با مشاوره دادن صادق، شفاف بر اساس نیازهای مشتری و با احترامی که دوباره حین خرید کردن برای مشتری میگذاریم، حق انتخابی که براش قائل میشیم، صبری که براش میکنیم، تجربه لذت بخش است. و پس از خرید هم ما نباید ارتباطاتمون و مشتریان رها بشه، پس از خرید هم باید این ارتباط ادامه داشته باشه و این خودش یکی از ارکان اصلی ایجاد تجربه لذت بخش برای مشتریمونه. پس به جای اینکه فقط رو محصول کار کنید، روی کل خدماتی که قبل، حین و پس از خرید میتونید به مشتری بدید، روی این تمرکز بفرمایید. حالا در این قسمت از درس 4 میخوام اون قسمت کلیدی درس رو خدمتتون تدریس بکنم، یعنی 7 اصل کلیدی به شما بگم جهت موفقیت در خلق تجربه لذت بخش برای مشتریانتون. اینجا جاییست که شما الان بسترش برای شما آماده شده، شما مفهوم تجربه لذت بخش رو خوب یاد گرفتید، مزیت رقابتی چیه، مطلوبیت رقابتی چیه، اینکه محصول فقط عالی نیست، اینکه ما باید قبل، حین و پس از خرید یه خدمات ویژه به مشتریانمون بدیم به عنوان یک بسته ای از تجربه لذت بخش. شما الان همه اینها رو یاد گرفتید و دیگه من عقیده دارم شما باور پیدا کردید که چقدر مهمه خلق تجربه لذت بخش برای مشتری. حالا به من میگید که خب به من یک سری راهکارهای عملیاتی، یک سری تکنیک به من بگو که من از همین فردا بتوانم در کسب و کارم پیاده سازی کنم و موفق بشم در خلق تجربه لذت بخش برای مشتری. و من در درس 4 در این قسمت که شروع میشه، 7 اصل کلیدی، 7 روش، 7 تکنیک به شما یاد خواهم داد. اگر این 7 تکنیک رو رعایت بکنید، فارغ از اینکه کسب و کارتون چیه و جنس فعالیتتون چیه، قطع به یقین شما در کسب و کارهاتون در خلق تجربه لذت بخش برای مشتریانتون موفق خواهید و سهم بازار بیشتری رو کسب خواهید کرد. قبل از اینکه این 7 اصل رو بگم، در اسلاید شماره 8 میخوام دو نکته به شما بگم.
یکی این که بدانید و آگاه باشید من 7 اصل به شما خواهم گفت، ولی شما هرگز نمیتوانید این 7 اصل کلیدی که تدریس خواهد شد رو یک جا و یک دفعه رعایت بکنید. حتی اگر بخواید و اراده داشته باشید و تمایل داشته باشید این 7 اصل رو انجام بدید، توانمندی ها، قابلیت ها و شایستگی ها و منابعی که در اختیار شماست، شامل منابع مالی، منابع انسانی، منابع زمانی، منابع فیزیکی، اینها محدود است در شرکت شما و در کسب و کار شما. پس اصلا امکان ندارد که شما بتونید 7 اصل رو یک جا رعایت کنید و در سازمان خودتون پیاده سازی کنید. خب چیکار باید بکنیم؟ راهش این است که این اصول رو یکی پس از دیگری بیام و در کسب و کارهامون اصلاح بکنیم. در این رابطه یک اصلی به نام اصل پارتو یا اصل 20-80 که در بسیاری از مفاهیم مدیریت من جمله همین تجربه لذت بخش برای مشتریان کاربرد داره میتونید ازش استفاده کنید. بیایید به جای اینکه 7 اصل رو یک بار و یک دفعه انجام بدید، 20% از فرایندهای کلیدی سازمان یا 20% از این 7 اصل کلیدی رو اصلاح بدید، بهبود ببخشید، نتایجی که حاصل میشه 80% وقتی که انگار شما کاملا 7 اصل رو یک دفعه و یک جا تونستید انجام بدید. این برای ما خیلی اهمیت داره که شما پیوسته و پایسته برید این 7 اصل کلیدی رو تو کسب و کار خودتون پیاده سازی کنید و بهبود بدید. این نکته بسیار مهمی بود که باید خدمتتون عرض می‌کردم. خب حالا بریم و 7 اصل رو یکی پس از دیگری با هم بررسی کنیم. دوستان عزیز من، اولین اصل از 7 اصل کلیدی خلق تجربه لذت بخش برای مشتری اصل ثبات هست. اصل ثبات نام دیگرش قابلیت پیش بینی کردن. مشتریان دوست دارن که بتونن شما رو به راحتی پیش بینی کنن. یعنی شما نباید برای مشتریانتون خیلی غیر قابل پیش بینی باشید، خیلی غیر مترقبه باشید. هیچ اتفاقی و هیچ رویدادی یا هیچ شرایطی نباید روی پاسخگویی شما نسبت به مشتری تاثیر منفی بذاره و مشتری این رو خیلی میطلبه و خیلی نیاز داره و خیلی دنبالش هست. پس اگر شما ثبات داشته باشید، یعنی برای مشتریانتون قابل پیش بینی باشید و تحت هر شرایطی با یک روند ثابتی حرکت بکنید، مثلا خود کیفیت، یعنی کیفیت نوسانی نباشه، یک روز در اوج، یک روز در حضیض، اینطوری نباید باشد. ما باید ثبات داشته باشیم، کیفیت ما باید ثبات داشته باشه. مثال بارز این در کسب و کارهای دنیا مکدونالد هست. شما مکدونالد ببینید که چگونه توانسته بیشترین سهم بازار غذاهای فست فودی و همبرگری رو به خودش اختصاص بده. پاسخ در اصل ثبات است. مکدونالد ثبات داره، یعنی شما هر وقت به مکدونالد مراجعه بکنید یک غذای با کیفیت دریافت میکنید. در تمام شعبش در کل دنیا هم تشریف ببرید باز همین اتفاق میفته. اینطوری نیست در یک کشوری مکدونالد عالی بخورید و میل کنید در یک کشور دیگه مکدونالد بسیار بدی داشته باشید. اینها اصل ثبات دارن. همیشه شما یک انتظار خاصی از مکدونالد دارید یا از هر کسب و کاری که این اصل رو داره. همیشه کیفیت ازشون میطلبی. یا کمپانی تویوتا هم به همین صورت هست. شما نمیبینی که مثلا تویوتا یک خودروی با کیفیت بزنه ولی یه مدل دیگه‌اش بی کیفیت باشه. همه مدل‌هاش کیفیت دارد. در تمام سال‌ها همین اتفاق افتاده و این کیفیت رو به تعالی است، یعنی همچنان رو به رشد، رو به بهبوده. چرا؟ چون اینها اصل ثبات رو به عنوان یکی از 7 اصل کلیدی خلق تجربه لذت بخش برای مشتری در نظر گرفتن. شما فرض کنید به یک رستوران تشریف ببرید، یک روزی غذای بسیار عالی به شما بده. خب شما مایلید که روز دیگر هم به این رستوران مراجعه کنید. هفته آینده اگر برید ببینید دفعه غذا بسیار بد شده، کیفیت افتضاح شده، خب چه اتفاقی براتون میفته؟ میخوره تو ذوق شما و نه تنها تجربه لذت بخش براتون خراب نمیشه، تجربه منفی خراب میشه. چرا؟ چون اون رستوران ثبات نداشته. پس دیگر حتما شما این رستوران رو به دیگران توصیه نمیکنید چون ثبات نداره. میگه اونجا نر، یا یه روز عالیان یه روز افتضاحن، اصلا اونجا نر، من رفتم تجربه خوبی نداشتم. در ادامه اصل ثبات باید به شما بگیم که حالا که درک کردید که اصل ثبات چیست و چه اهمیتی داره، ارکان اصل ثبات رو هم من به شما بگم. میخوام خدمتتون عرض بکنم که ثبات 4 رکن داره. اگر میخواید کسب و کاری باشید که میخواد از طریق اصل ثبات برای مشتریانش تجربه لذت بخش خلق بکنه، عنایت بکنید این 4 رکن رو در کسب و کارهای خودتون پیاده سازی کنید. به طور خاص و به طور ویژه این 4 رکن به درد کسب و کارهای بیشتر میخورد که شعبه محورن و نمایندگی دارن، تعدد شعب دارن. خب اینا مثل هم مکنونه، مثل نمایندگی های ایران خودرو و سایپا و سایر خودرو ساسا،
و خیلی مثل بانک ها، مثل بیمه ها، اینا شعبه محورن دیگه، درسته؟ اینا باید این اصول و ارکان رو رعایت بکنن. رکن اول کیفیت کاملا یکسان، یعنی شما اگر یک رستورانی هستی که شعبه محور هستی، رستوران فلان قسمت از شهرت نباید متفاوت باشه کیفیتش از یک رستوران با همون برند و همون برند شما در جای دیگری از شهر. اگر اینطوری باشه ما ادعا میکنیم اون برند در اصل ثبات نداره، پس در خلق تجربه لذت بخش برای مشتریان عاجزه. نکته دوم، پاسخگویی کاملا یکسانه. بارها مشاهده شده مشتری مثلا به یک شعبه بانک میره، کارکنان بسیار پاسخگویی وجود دارد، پاسخ پرسش‌هاش رو میدن، کارش رو راه میندازن. همین مشتری میره توی شعبه دیگری از همین بانک، نه بانک دیگری، در همین بانک در شعبه دیگری میبینه که اصلا پاسخگویی مناسب نیست. خب این اصل ثبات نداره. نکته سوم، زمان تحویل ارزش یکسان هست. باز همون مثلا شما مثال بیمه رو در نظر بگیرید. این با مشتری خودروش خسارت دیده ولی بیمه بدنه داره، میخواد از بیمه بدنش استفاده کنه. اینطور نباید باشد که در جاهای مختلف این فرایند زمان تحویل ارزش متفاوت باشد. خب این براش تجربه منفی ایجاد میکنه. زمان تحویل ارزش باید یکسان باشه. یه جا نباشد در یکی از شعب کار خیلی خوب راه بیفته، در یکی از شعب کار بسیار کند پیش بره. این یعنی اون شرکت و اون برند ثبات ندارد. و رکن چهارم که توجه شما رو به شدت بهش جلب میکنم، طراحی یکسان. اون چیدمان داخلی، اون معماری داخلی، اون فضای داخلی، امکانات، تمهیدات لازم درون فروشگاه ها، درون اون شعب، همه باید یکسان باشد. یه جور نباشد یک شعبه شیکتر از یک شعبه دیگه باشد. طراحی کاملا باید یکسان باشد، هم طراحی محصول، هم طراحی فضای درونی و فضای بیرونی کسب و کار. این چهار اصل رو اگر رعایت بکنید، اصل ثبات خود به خود رعایت شده است. نکته بعدی که در همون اصل اول، یعنی اصل ثبات، همچنان وجود دارد، تأکید ما بر روی سرعت است. به طور کلی میتونیم بگیم امروزه شرکت‌ها و کسب و کارهایی که سریعند و چابکند، خیلی خوب میتونن برای مشتریان خودشون تجربه لذت بخش ایجاد بکنن. چرا؟ چون امروز سرعت به یک عنصر کلیدی در اصل ثبات تبدیل شده. اصلا سرعت زندگی رفته بالا و مردم هم در مشاغل متعددی مشغولن و این وقت آزاد اونها رو خیلی کم کرد. مشتری اونقدر زمان نداره که با من شما و با شرکت ما و با کسب و کار ما تلف بکنه. ما الان در روزگار زندگی میکنیم که خیلی از مردم برای اینکه حتی نون بگیرن نمیرن تو صف نونوایی واسن. یه اپلیکیشن رو گوشیشون نصب میکنن، نون رو اینترنتی سفارش میدن، میاد در خونش. اینقدر سرعت عامل مهم نیست. پس سرعت عنصر کلیدی در اصل ثباته. اگر میخواید ثبات داشته باشید، باید رو سرعت کسب و کارتون کار بکنید. من بارها دیدم که بسیاری از کسب و کارها در آیتم سرعت ضعف دارن. چرا؟ چون یک کارمندی رو گذاشتن اونجا داره کار میکنه که سریع نیست. آسیب شناسیش اینه. چرا یک کارمند کند میشه؟ علم بازاریابی به ما میگه یک دلیل کند بودن کارکنان این است که در واقع اونها تخصص و دانش فنی لازم در رابطه با محصول رو ندارن. بنابراین اگر من مشتری میام یک پرسشی ازش مطرح میکنم، چون خودش دانش ندارد باید از بغلی بپرسه، بغلی از اون بغلی میپرسه، همه از همدیگه میپرسن و همین وقت گیر میشه. حالا دوباره میخوان بیان اجرا کنن این رو دوباره به همین صورت. پس هیچ وقت توی کسب و کارهاتون یک آدمی که تخصص ندارد رو تو قسمت پاسخگویی، تو قسمت مشاوره، تو قسمت فروش نذارید. این خودش کل سازمان رو کند میکنه. قابل توجه دوستان ما در بانک ها، یک کارمند کند میتواند کل شعبه رو سرعتش رو بیاره پایین. این پس یک راه. یه راه بسیار مهم دیگه میخوام بهتون پیشنهاد کنم، استفاده از رویکرد پاسخگویی چند مرحله. ببینید دوستان، وقتی یک مشتری با شما تماس میگیره یا نیازی رو مطرح میکنه یا شکایت و اعتراض و ایرادی رو مطرح میکنه، لزوماً منطقی این نیست که ما در همون پاسخ اول و در همون تماس اول همه نیازهای او رو برطرف بکنیم و پاسخش رو به طور کامل بدیم. این اصلا اغلب اتفاق نمیفته. اما در پاسخگویی چند مرحله‌ای میگیم در چند مرحله پاسخگوی مشتری باشید. یک مرحله نیازش رو یا اعتراض و شکایتش رو بشنوید. در مرحله بعد بیاد بررسی بکنید. در مرحله بعد دوباره با مشتری تماس بگیرید، کد راهگیری بهش بدید و خودتون تماس بگیرید، بگید آقا کار تا اینجا پیش رفته ولی ما همچنان پیگیریم. در مراحل بعدی هم پیگیری میکنیم، بهت خبر میدیم. دوباره تماس بگیرید، بگید اینقدر پیش رفت و بعد از مدتی تماس بگید، بگید کار انجام شد. به این میگن رویکرد پاسخگوی چند مرحله‌ای که خیلی سرعت کسب و کار شما رو میبره بالا و من به شدت توصیه میکنم از رویکرد پاسخگوی چند مرحله‌ای استفاده کنین
مشتریان خیلی این رویکرد رو میپسندند و برای خلق تجربه لذت بخش برای مشتری اکیداً توصیه میشن. اصل دوم از این اصول هفتگانه خلق تجربه لذت بخش برای مشتری بحث شخصی سازی محصول یا شخصی سازی خدمات هم هست. بحث کاستومایزیشن یا شخصی سازی. خب در شخصی سازی اصلی اینه. باید یه جور به مشتری خدمت بکنید که اون احساس بکنه مهمترین مشتری شماست. در حالی که نیست. ولی نوع رفتار شما، ادبیات شما، کلام شما، کردار شما و نگرش شما نسبت به مشتری این رو در او القا میکنه که خیلی مشتری مهمیه برای شما. پس این حال خوب و حس خوبی که ما بهش تاکید میکنیم برایش ایجاد میشه. بعد NPSش هم میره بالا. یعنی میره و مروج شما میشه و مبلغ شما میشه در جامعه بین دوستان، همکاران، آشنایان و کسانیش. خیلی برای ما اهمیت داره که در واقع جوری با مشتری رفتار کنیم که مشتری فکر نکنه فقط پولشه که برای شما مهمه، بلکه این خودشه، شخصیتشه، عزت و کرامت انسانیش هست که برای شما مهمه. شما با هر مشتری باید مثل یک انسان رفتار بکنید، نه مثل یک کیسه پول. این مشتری رو متوجه میشه، درک میکنه و حس میکنه. خب شما اگر میخواهید شخصی سازی انجام بدید، اصل شخصی سازی روی اینه که شما داده کاوی بکنید. داده کاوی هسته اصلی شخصی سازی است. یعنی چی داده کاوی؟ یعنی باید تا جایی که میشود ما اطلاعات مفید و مربوطی نسبت به مشتریانمون به دست بیاریم. اینکه مشتری چی دوست داره، علایقش، سلایقش، تمایلاتش، اینا برای ما مهمه. بعضا شما متوجه میشید که مشتری مثلا به موسیقی سنتی ایرانی و اصیل ایرانی علاقه داره. میتونید در روز تولدش یک فول آلبوم DVD از خواننده محبوبش بفرستید در خونش. ببین چقدر شگفت زده میشه و چقدر هیجان زده میشه، چون شما حال خوب بهش ایجاد کردی، خلق تجربه لذت بخش کردی، چون بهش خدمات شخصی سازی ارائه دادی. علت این که مثلا در برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها باجه‌های VIP وجود دارد برای مشتریان خاص همینه که این تجربه لذت بخش برای اینها به وجود بیاد، اینها ماندگارتر باشند با سازمان و سازمان رو ترک نکنند. پس روی شخصی سازی کار کنید. کمپانی‌های بزرگی در صنعت سخت افزار دنیا مثل دل الان دارن با شخصی سازی خودشون رو تو بازار نگه می‌دارن و سهم بازار ایجاد می‌کنن. خیلی اهمیت داره. اون مثال آرایشگری هم که در اوایل درس 4 زدیم همین بود دیگه. آرایشگران برای مشتریانشون خدمات شخصی سازی شده ارائه میدن. وقتی مشتری رو با القابش صدا میکنید، آقای دکتر، خانم مهندس و امثاله هم، این در واقع مفهوم شخصی سازی است. حال خوب ایجاد میکنید در مشتریان. بریم سراغ اصل سوم. وسواس در کیفیت. وسواس در کیفیت این معنی رو به ما میرسونه که هر روز کیفیت محصولتون رو بیشتر کنید. این مستلزم اینه که یک تیم تحقیق توسعه، یک تیم تولید فنی فوق العاده قوی شما تو سازمانتون داشته باشید و هر روز کیفیت بهتر بشه و مشتری رو حس بکنه. یه جمله خیلی مهم این رو جا گفتیم. حتی اگر کار تولیدی میکنید باید مثل شرکت‌های خدماتی رفتار بکنید. باید به مشتری خدمت بدید. کار شما فقط ارائه محصول به مشتری نیست، بلکه محصول توأمان است و عجین شده با خدمات. بهترین محصول عالی بدون ارائه خدمات ویژه و شخصی سازی شده هیچ کاربردی نداره و هیچ حال خوبی برای مشتری ایجاد نمی‌کنه. نماد و سمبل وسواس در کیفیت مستمر شرکت تویوتاست. این برند ژاپنی خودروساز دائما روی کیفیت خودش کار میکنه. یه سیستمی داره به نام TQM، Total Quality Management، مدیریت کیفیت جامع. بر اساس TQM رسالت اصلی توییتا این است که هر روز کیفیتش رو بهتر بکنه. یه مثالی هم توییتا بزنید. یک سالی مشخص شد یک قطعه در قسمت سوپرسانی توییتا مشکل داره در یه مدل خاصی. کاملا شفاف اومدن با مشتریان در میون گذاشتن. حالا یک در هزار ممکن بود یه خودروی آتش بگیره. یک در هزار. ولی به خاطر همون یک در هزار، به خاطر وسواسی که در کیفیت داشتن، به خاطر ارزشی که برای مشتریانشون قائل بودن، اومدن اطلاع رسانی کردن، دروغ نگفتن، شفاف عمل کردن. و به مشتریان گفتن شما به همه نمایندگی های توییتا مراجعه کنید، این خدمات رایگان انجام میشه و محصول و اون قطعه رایگان تعویض میشه و ریسک شما هم به صفر کاهش پیدا خواهد کرد. پس وسواس در کیفیت هم یک اصل دیگری است که ما داریم. بریم سراغ یک اصل دیگر، یک اصل مهم دیگر که اصل چهارم ما هست، تحویل ارزش اضافه به مشتریان هست. ببینید برخی کسب و کارها فکر میکنن ما همون محصول خوب به مشتری بدیم یا برخورد خوب داشته باشیم، این خیلی خوبه و مشتری جذب میکنه. یادتون باشه شما فقط نیستید که در یک فضای کسب و کار کار میکنید، رقبای شما هم هستن. پس رقیب شما هم سعی میکنه محصولش عالی باشه، رقیب شما هم سعی میکنه کارکنانش رفتار عالی خودشون نشون بدن. پس باید دنبال یه چیز جدید باشید،
یه چیز اضافی به مشتری بود، یک ارزش اضافی value added، یک ارزش اضافی به مشتری ارائه بود که اصلا مشتری انتظارش رو نداره و وقتی دریافت میکنه شگفت زده میشه. مثل هتل های ریتز کارلتون، در هتل های ریتز کارلتون واقعا یک سری خدمات ویژه به مشتریان ارائه میشه که اونها رو شگفت زده میکنه. یک مثال میگه که یک مشتری، یک مسافری رفته بود هتل ریتز کارلتون، اتاق رزرو کرده بود، کارهای پذیرشش انجام شده بود، تو لابی نشسته بود تا اتاق رو تحویل بگیره. وقتی رفت اتاق رو تحویل گرفت، یه مقدار استراحت کرد، یه چند ساعت بعد در اتاقش رو زدن، دیدن سرخدمتکار آمده و خیلی محترمانه یک جعبه از شکلات رو به او هدیه میده. میگه آقا این هدیه ویژه مدیریت ما هست به شما. طرف نگاه میکنه میبینه این جعبه شکلاته، اون جعبه ایست که شکلات محبوب و فیوریتش هست. خیلی شگفت زده میشه، میگه شما کجا فهمیدید که من این شکلات رو دوست داشتم و برای من آوردین؟ میگن که خب ما یه کارمندی داریم تو لابی هتل قدم میزنه، رفتار مشتریان رو رصد میکنه. در زمانی که شما در لابی نشسته بودید و منتظر دریافت اتاق بودید، ما دیدیم که از جیبتون دست کردید، یه شکلات درآوردید و میل کردید. ما نگاه کردیم، اون شکلات رو فهمیدیم چیه، بلافاصله مأمور تدارکاتمون رو فرستادیم، یک جعبه از این برای شما بگیره و رایگان هم از هدیه ما به شماست. خب این فرد چقدر هیجان زده میشه اگر اتفاق برای خود شما میافتاد که چیزی که دوست دارید رو به صورت ناگهانی سورپرایز و هدیه رایگان در اختیار بگیرید، چقدر لذت بخش خواهد بود. این تحویل ارزش اضافه به مشتریه. حالا اینکه هتل باید شیک باشد، منظم باشد، مرتب باشد، پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنه، پرسنلش مرتب باشه، اینا که اصله. اینا رو که اگر نداشته باشید و مصیبته. علاوه بر این چی دارید به مشتری بدید؟ دائم باید به این فکر بکنید که من چه چیز جدید و چه ارزش اضافی رو مشتریان بدم. اینجوری میشه که فردی حاصل میشه بره شبی چند صد دلار در چنین هتل های لوکسی خرج بکنه. پنجمین اصل از هفت اصل کلیدی خلق تجربه لذت بخش برای مشتریان، ارتباط گرفتن پس از فروش با مشتری است. دوستان من، یکی از مشکلات اساسی کسب و کارها با مشتریانشون همینه، یعنی پس از خرید کار رو تمام شده میدونن و مشتری رو پس از خرید به امان خودش رها میکنن. در واقع اینجا به امان خودش مشتری رها نشده، به امان رقبا رها شده. یک تعداد زیادی از رقبای شما الان منتظرن که شما ارتباطاتتون رو پس از فروش با مشتریتون قطع بکنید و بعد اونها بیان جایگزین شما بشن و ارتباط بگیرن با مشتری، مشتری شما رو جذب بکنن و دیگه مشتری که جذب رقبا شد با آسانی نمیتوانید پس بگیرید. پس بیایید و ارتباطاتون رو پس از فروش با مشتری قطع نکنید. همون جمله معروفی که تو بازاریابی هست شما هم حتما شنیدید که میگن فروش پایان یک رابطه نیست، آغاز یک تعهد است. واقعا جمله قشنگی است و کاربردی است و در خلق تجربه لذت بخش برای مشتری هم کاربرد داره. بسیار از مواقع میدونید مشتریان ناراضین و شکایت دارن از شما، ولی نمیان شکایتشون رو به شما بگن. چیکار میکنن؟ برای همیشه شما رو ترک میکنن. پس ما خودمون باید با مشتری تماس بگیریم پس از فروش و ببینیم آیا از ما رضایت داشته، خوشنودی هست، شعف هست، آیا ما تونستیم نیازهاشو به درستی برآورده کنیم. اگر رضایت کامل نداره دلایلش چیه، آسیب‌ها چیه، بریم اونا رو برطرف کنیم، از مشتری دلجویی کنیم و بیام تلافی بکنیم و مشکلات رو براش حل بکنیم. اگر این کارو ما نکنیم، یعنی ما با مشتری تماس نگیریم، مشتری شاکی و عصبانی خودش به سمت ما میاد و خودش به ما مراجعه میکنه، ولی دیگه این بار با ادبیات جنگی میاد، با دعوا میاد و این چیز خوبی نیست. میاد کسب و کار ما رو به هم میریزه، جلوی سایر مشتریان با ما دعوا را میاندازه و نگرش سایر مشتریان هم نسبت به ما بد میشه. پس تا قبل از اینکه دیر بشه و مشتری عصبانی با عصبانیت و با شکایت و داد دعوا بیاد سمت شما و اعتراضات خودش رو بیان کنه، خودتون پیش قدم بشید و با مشتری تماس بگیرید و ببینید آیا از شما راضی هست یا نیست. اگر راضی بود ازش تشکر کنید که مشتری شما بود و از شما خرید کرده، و اگر ناراضی بود ببینید دلایل ناراضیتی و شکایت‌ها و عصبانیتش چیست و اون رو برطرف بکنید. پس با مشتری تماس بگیرید، ازش بخواید به شما امتیاز بده، همون کاری که در روش NPS به شما در درس 3 یاد دادیم، از 1 تا 10 به شما امتیاز بده، نحوه تحلیل امتیازات رو به شما گفتیم در درس 3. از مشتری کمک بخواید، من جمله مشتریان کلیدیتون، از اونها بخواید مشتریان قوی و زینفوز و خوب مثل خودشون به شما معرفی کنن، و از همه اینا مهمتر یک الگوی استاندارد مدیریت شکایت مشتریان داشته باشید که من در درس 7 یک نمونه بین‌المللی و جهانی از این موضوع خدمت شما تدریس خواهم کرد. این اصل پنجم ما بود و اصل ششم از هفت اصل این است که ادبیات خودتون رو با مشتریان اصلاح بکنید.
اگر میخواید برای مشتریانتون تجربه لذت بخش خلق بکنید، باید ادبیاتتون رو عوض بکنید. ببینید دوستان، کسانی که در حوزه بازاریابی و فروش فعالیت میکنن و فروشنده هستن و مدیریت فروش انجام میدن، اینها باید یک واژگان وسیعی در ادبیات خودشون داشته باشن. فقط یک تعداد جملاتی رو توتیوار حفظ کردن و با همه مشتریان همونا رو مطرح کردن، این اصلا تجربه لذت بخش خلق نمیکنه. فروشندگان باید به شدت ادبیات قوی داشته باشن. میگم وسعت واژگانشون باید بالا باشه، از لغت‌های زیادی بتونن استفاده بکنن و بدونن با هر تیپی از شخصیت مشتریان چگونه میشود با یک ادبیات خاصی صحبت کرد تا در اون مشتری حال خوب و حس خوب ایجاد بکنیم. این که نمیشه من 2 تا جمله 10 تا جمله حفظ بکنم به همه مشتریان همونو بگم. خب شاید اون جمله در یه مشتری حال خوب ایجاد کنه، ولی در 10 نفر دیگر حال خوب ایجاد نکنه. پس ما باید ادبیات خودمون رو با مشتری اصلاح بکنیم، با مشتری صمیمانه و همدلانه صحبت بکنیم، اصلا خصاصت نکنیم در استفاده کردن از واژگان و جملاتی که صمیمیت ما رو منتقل میکنه به مشتری. مشتریان اینا رو دوست دارن، براشون حال خوب ایجاد میشه، تجربه لذت بخش براشون خلق میشه. خیلی خوش و خیلی سفت با مشتری صحبت کردن اصلا تجربه لذت بخشی برای مشتری ایجاد نمیکنه. خیلی از فروشندگان ما ایرادشون اینه، با مشتری با پاسخهای تک کلمه‌ای و سرد صحبت میکنن و این حس بد در مشتری ایجاد میکنه. مثلا پاسخهای تک کلمه‌ای مثل بله، خیر، آره، نه، اینها اصلا حس خوب در مشتری ایجاد نمیکنه، بدتر حس بد ایجاد میکنه. به جای پاسخهای تک کلمه‌ای بیاد از جملات بلندتر استفاده بکنید و کلمات منفی رو از واژگان لغت خودتون حذف بکنید. خب زبان فارسی یک زبان غنی هست، بسیاری از لغت ها هستن که مترادف همن ولی بارهای معنایی مثبت منفی دارن. دو تا کلمه میتونن یه معنی رو منتها در بارهای روانی مثبت و منفی برسونن. شما از اون مثبتاش استفاده کنید، کلمات منفی رو از واژگان خودتون حذف بفرمایید. اگر یک نفر با شما تماس گرفت نگید الو. من دیدم خیلی ها، شما خودتون تجربه کردید، دیالوگشون پشت تلفن با مشتری با الو شروع میشه. خب این چیز خوبی نیست، تک کلمه ایست، حس بد ایجاد میکنه. سلام بفرمایید کجا، الو کجا. به جایی که به مشتری بگید شما، ازش بپرسید من افتخار دارم با کی صحبت بکنم. ببینید هر دو یه معنی رو میرسونه، ولی دومی هم تعداد کلماتش بیشتره، طولانی تره و حس مثبت‌تر و بار روانی مثبت‌تری نسبت به تک کلمه اول ایجاد میکنه. و اصل آخری که ما داریم برای خلق تجربه لذت بخش، دوستان من، هیجان زده کردن مشتری است. یعنی چنان کار ویژه‌ای برای مشتریتون انجام بدید فکر کنن گویا اشتباهی رخ داده. ما سطوح رضایت داریم دیگه، گاهی فقط انتظارات مشتری برآورده میشه، ولی کسب و کارهای موفقن که فراتر از انتظارات مشتری رو برآورده میکنن. کسب و کارهای موفق‌ترن که مشتری رو مشغول میکنن، ولی فوق‌العاده کسب و کارهای فوق‌العاده کسب و کارهایی هستن که مشتریشون رو هیجان زده میکنن. فرض کنید شما با خانواده محترمتون رفتید یک رستوران، غذا سفارش میدید، پیش غذا، غذای اصلی و دسر سفارش دادید. نوبت اینه که پیش غذا بیاد. یه دفعه میبینید یک ظرف سالاد سزار بزرگی برای شما میارن و شما اینجا فکر میکنید اشتباهی رخ داده. میگه آقا من دسر، این پیش غذا و این سالاد رو سفارش نداده بودم، اشتباه شده، مثل برای میز بغلی. میگن نه، هیچ اشتباهی رخ نداده، این هدیه ویژه مدیریت رستوران برای شماست. میپرسی آخه چرا؟ میگه برای اینکه رسم است در رستوران ما، یه امتیازی ما داریم، مشتریانی که 5 بار بیشتر حضور پیدا میکنن یک غذای رایگان از ما میگیرن و شما هم امروز دقیقاً بار 6 تا که مراجعه میکنی 5 بار تو رد کردی، ما اینجا ثبت و ضبط کرده بودیم و بنابراین این پیش غذای ویژه هدیه مدیریت ارشد رستوران به شماست، نوش جانتون. چقدر حس خوب ایجاد میشه، چقدر شما هیجان زده شدید، چقدر شما شگفت زده شدید، حال خوب و حس خوب براتون ایجاد میشه. بشینید با تیم سازمانیتون، با همکارانتون فکر بکنید. اتاق فکر خیلی مهمه در خلق تجربه لذت بخش برای مشتری. ببینید، ایده بدید، طوفان فکری ایجاد بکنید که همکاران محترم ما چگونه بتوانیم مشتریانمون رو شگفت زده کنیم. به 1001 روش میشود مشتریان رو هیجان زده کرد. هیجان زده کردن اونها در ایام خاص مثل تولدشون. خب دیگه گذشته دورانی که ما فقط یک پیامک بفرستیم برای مشتریان تبریک تولد بگیم. همه رقبای ما این کارو میکنن. مثل بانک‌ها در روز تولد برای ما 20 تا پیامک میدن. هر بانکی که حساب 5000 تومانی هم داریم این پیامک برای ما میاد. ما رو هیجان زده نمیکنه. اصلا انتظار داریم که این پیامک بیاد. اگر نیاد عیبه. حالا این تولد رو چگونه برای مشتری هیجان زده تر بکنیم؟ این باید بشینید رو اینها فکر بکنید. خیلی میشه مثال‌های متعددی زد که حالا در زمان کلاس ما نمیشه رو اینها، وقت نداریم، به محدودیت داریم،
ولی تیم فکری سازمان شما باید راهکارها رو انجام بده. خب پس ما این هفت اصل رو خدمت شما گفتیم. پس همین امروز برید روی هفت اصل کار کنید. تکرار میکنم، همه هفت اصل رو یک بار نمیشه تو سازمان پیاده سازی کرد. دیدید بعضیش واقعا نیاز به زمان گذاشتن و هزینه کردن داره، ولی دونه به دونه بیاد اصول رو رعایت بکنید، انشالله از منافع بیشمارش بهره مند بشید. و نکته آخر و مبحث آخری که در درس چهارم مایلم با شما به اشتراک بگذارم عزیزان من، این هست که چه عواملی باعث ارتقای تجربه ادراک شده مشتریان می‌گردد. من به نیابت شما بسیاری از کتاب‌های لاتین رو مطالعه کردم، تعداد زیادی از مقالات، رساله‌ها و پایان‌نامه‌های داخل و خارج از کشور رو مطالعه کردم و یک فراتحلیل انجام دادم. به این نتیجه رسیدم که تمام اینها رو اگر جمع بکنی به این جنبندی میرسن. اگر میخواهید تجربه لذت بخش داشته باشید، رو این در واقع 8 عامل کار بکنید. 1. اطلاع رسانی و ارتباط. اگر یک جشنواره فروشی دارید، باید به مشتری اطلاع رسانی کنید، پیامک بزنید، تماس تلفنی بگیرید، اطلاع بدید. اگر ایمیلش رو دارید بهش ایمیل بزنید، اگر آدرس شبکه‌های مجازیش رو دارید از اون طریق بهش مسیج بدید. به هر حال این اطلاع رسانی و ارتباط که دیدید اصل 5 ما بود، ارتباط پس از فروش بسیار مهم. هیچ وقت فراموش نکنید این آیتم مهم رو. یه بار به مشتری فروش کردید، کیف نکنید، یادتون نره. این مشتری در CRM سازمان شما باید ثبت بشه و دائما باهاش ارتباط داشته باشید. آموزش، یه مشتری میاد محصول شما رو میخره، باید آموزش بهش بدید. حتما باید این آموزش رو بهش بدید. مثلا اگر از شما یک لباسی خریده، نحوه شستشوی صحیح این لباس رو بهش بگید. شاید ندونه. میره با یک آب گرم میشوره، مثلا بافت پلیور باز میشه. ایراد از محصول شما نبوده، ایراد از این بوده که این اشتباه این کار کرده. آموزش بدید این اشتباه تکرار نشه، از انجام نگیرید. سهولت، سادگی و سرعت 3 عامل مهمن که اینجا من با هم میگم. یکی سهولت و سادگی است و یکی سرعت. رو اینها کار کنید. استفاده از محصول شما نباید برای مشتری سخت باشه، بس سهل و آسان باشه. یادش بدید محصولات پیچیده تجربه لذت بخش خلق نمیکنه. راز موفقیت سیستم عامل اندروید در سهولت و سادگی استفاده شه. رابط کاربری آسان است که منظور یک عامل دیگر است. گفتم دیگه در اصل ثبات که اولین اصل 7 گانه ما برای خلق تجربه لذت بخش بود، سرعت عامل کلیدی است که گفتم مثلا رول کرده پاسخگوی چند مرحله جواب میده. مشتری مداری و مشتری نوازی، مثل مهمان نوازی، همونطور که برای مهمانان خودتون حال خوب و تجربه لذت بخش میخواد ایجاد کنید، مشتری رو هم مهمان ببینید، برای مشتری هم حال خوب ایجاد کنید، میشه مشتری نوازی. خود برند حال خوب ایجاد میکنه. بیاید رو برندتون کار کنید، برندتون رو توسعه بدید، هویتش رو ارتقا بدید، شخصیت برندتون رو ارتقا بدید، جوهره برندتون رو ارتقا بدید و کیفیت همانند توییتا هر روز بهتر از دیروز عمل کنید و کارهایی بکنید مشتری احساس کنه که شما هر روز کیفیتتون بهتر است و در نهایت نوآوری. کسب و کارهای نوآور و خلاق برای مشتریانشون تجربه لذت بخش خلق میکنن. با تیم فکری سازمانتون بنشینید در اتاقهای فکری و با طوفان فکری و تکنیکهای ذهنی ببینید که چگونه میشود نوآورتر بود. تحقیق توسعه بسیار قوی رو میخواد. با این 8 عامل میتوانید برای مشتریانتون تجربه لذت بخشی خلق بکنید که اونها درک بکنن که واقعا یه حال خوب براشون ایجاد شده، بنابراین نسبت به شما تعهد عاطفی خواهند داشت، وفادارتر خواهند بود و مبلغ و مروج و بازاریاب رایگان شما هم خواهند بود. با ارائه تدریس ابعاد زمینه تجربه مشتری درس 4 ما هم به پایان رسید. امیدواریم مطالبی که ارائه شد و مطالب بسیار بسیار مهمی بود مفید فایده واقع بشه و دوستان در کسب و کارهاشون به طور عملیاتی از اینها استفاده کنند. با آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون برای تک تک شما، تا درس‌های دیگر، خدا نگهدار.